دیدیم و اومدیم اینجا خدا رو با هم شکر کردیم. در حال فرصت مجددی است که در حضور خداوند بیاییم و با هم دیگه از کلام خدا بشنویم و جانهای ما از کلام خدا تلذذ پیدا کنه، آرامی پیدا کنه. یکی از خوشیهای من، یکی از شادیهای عظیم من این هست که به خانه خدا برم، چون تو خونه خدا داداشی ها و خواهرای زیادی دارم که میبینم. اما جان من به طور خاص شادی میکنه، به وجد میاد وقتی که نه فقط برادر و خواهران ایمانی در مسیح و دوستان جدید رو میبینم، بلکه اعضای فامیلم رو وقتی میبینم به طور خاص خوشحال میشم. وقتی 38 سال پیش در سال 1360 من رفتم کلیسای انجیلی مشهد، اون زمان تو کل خانواده خواجه‌پور یه دونه مسیحی نبود، اما امروز خیلی ها هستن و دعا میکنیم که وقتی که اعضای فامیل من یا اعضای فامیل شما برای بار اول به کلیسا میان، برای ابد با مسیح آشنا باشن و رابطه‌شون با عیسی مسیح بنا بشه. خیلی خوش آمد میگم به تک تک شما در نام عیسی مسیح و به طور خاص سپاسگزار هستم از FCM فارسی کریستین مینیستریز، تک تک شما مقدسین، برای این دعوت، برای هماهنگی ها و این فرصت مبارک که میتونیم به خانه خدا بیایم و از کلام خدا بشنویم. قبل از اینکه پیغام امروز رو بشنویم میخوام یادآوری بکنم به عزیزانی که اولین بار هست در این هفته به کلیسا تشریف آوردید و در دو روز پیش در کنفرانس شرکت نکرده بودید به هر دلیلی، هم خیر مقدم میگم، هم میگم که ضمن یه یادآوری از موضوع کنفرانس، یک یادآوری خاص هست راجع به درسی که دیشب در کنفرانس راجع به یگانگی و وحدانیت خدا داشتیم. یکی از عزیزان سوال خوبی از قبل از جلسه هم من پرسیدن. موضوع کنفرانس امسال FCM گسترش پادشاهی عشق و پهناوری ملکوت خداست. در روز اول کنفرانس، در روز جمعه غروب در زیرزمین همین کلیسا، راجع به گستره عظیم و پهناور کار خدا در دنیا صحبت کردیم، به طور خاص در میان ایرانیان و افغانها و اینکه خدا در 35 سال پیش میلیون ها مسلمان رو به عیسی مسیح، به ایمان به عیسی مسیح رهبری کرده. یه تعداد مونون های 150 نفری رو امشب اینجا میبینید، اما این تعداد، این یک قطره است، یه نوک، یک کوه یخ عظیم است که بعضی ها شما میشناسید به عنوان کلیسای مشهود و مرئی و قسمت عمده اون رو ما اصلا نخواهیم دید در روی زمین و نخواهیم شناخت، و اون کلیسای نامشهود و نامرئی خداست. مردان و زنانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن و زندگیشون رو به عیسی مسیح سپردن، اما ما در این دنیا این فرصت رو پیدا نکردیم که اونها رو ملاقات کنیم، یا قبل از ما به دنیا آمدن و یا بعد از ما به دنیا خواهند اومد، یا همزمان با ما به دنیا آمدند اما ما اونها رو نتونستیم بشناسیم. اما نام آنها همراه با نام شما در دفتر حیات بره، در دفتر عیسی مسیح مرقوم هست. اما این گستره بزرگ که مثال‌های زیادی زدیم از افراد زیادی که اشاره کردم، امروز دیگه ما برامون خیلی طبیعیه وقتی میشنویم کشیش محمد، کشیش علی، کشیش حسین یا خادمه خدا زهرا و زینب میشنویم دلشون رو به خدا سپردن، خیلی دیگه تعجب نمی‌کنیم. اما 35 سال پیش خیلی عجیب بود که بشنویم یه کشیشی است که نام پدرش مثل من محمد ناصر هستش، اما الان دیگه تعجب‌آور نیست، خیلی زیاد شده این کار، چون خدا در اعماق دل مسلمان‌ها شروع کرد یک آتشی ایجاد کرد، یک کولاکی ایجاد کرد، یک تغییر عظیم تبدیل ایجاد کرد، یک تشنگی ایجاد کرد، و اونها رو در 13 مورد دیشب بررسی کردیم، مواردی که کارهای ریشه‌ای میکنه در دل افراد و میاد دل افراد رو عوض میکنه. اما در اوج و عمق نهایت این تغییرات، در انتهای اوج قدرت تبدیل دهندگی دلها برای پیروی از عیسی مسیح، خود ذات
خدا نگفته است و اون خود ذات خدا اشاره کردیم که در بعضی از تفکرات گفته میشه خدا یک دون است، خدا واحده، اما واحدی است کمی و قابل شمارش، واحدی است فیزیکی که میشه شمارش مثل یک دونه بلندگو. اما خدای کتاب مقدس واحد به این معنا نیست، خدای یگانه است که وجود و ذات او مرکب است، کمی نیست بلکه کیفی است. و این خدایی که کیفیت وجود او، حقیقت وجود اوست، در سه اغنون، در سه شخصیت پدر به عنوان خدای آفریننده، پسر خدای رهاننده که در روی صلیب جانش رو برای ما داد، عیسی مسیح، و روح القدس پدر، پسر و روح القدس، خدای یگانه ای که در سه شخصیت خودش رو به ما نشان داد. و این ایمان مسیحی کتاب مقدسی است. اگر ما این خدا رو بگیم خدای یکتایی است که قابل شمارشه و یک واحد کمی است، اون خدا ممکنه یک خدایگانی باشه در جای دیگه، اما خدای کتاب مقدس این نیست. و در این راستا شاید بهترین شعری که ما در زبان و ادبیات فارسی داریم از اون ترجیح بند معروف عاطف اصفهانی است که در یه قسمتش میگه سه نگردد بریشم یا ابریشم، ار او را پرنیان خانی و حریر و پرند. در سه آینه شاهد ازلی پرده از روی تابناک افتاد، سه نگردد بریشم، او را پرنیان خانی و حریر و پرند. نامی که ما به خدای یگانه بدیم ذات او را تغییر نمیده، قسمتی از خداشناسی ما رو تعریف میکنه، اما در ذات خدا تغییری ایجاد نمیکنه. خدای کتاب مقدس خدای یگانه است که در سه شخصیت مرکب است، در سه شخصیت آفرینندگی، رهانندگی و شفاعت کنندگی. و این راز عظیم رو من نمیتونم بهتون معرفی بکنم، بلکه شخصیت سوم تثلیث یعنی روح القدس. و امروز روزیست که روح القدس وارد کلیسا شد و کلیسا رو متولد کرد. امروز روز تولد کلیساست. خیلی خوب میشد اگر میتونستیم عزیزانی که اهل سرود ساختن هستید یه سرود تولد مبارک برای کلیسا بسازید. اگر بلد بودم الان گفتم پاشید به همدیگه نگاه کنید براش بخونید Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday کلیسا. ولی از آهنگ بویی نبردم، سال بعد آمین، آماده میکنیم. مرسی، ممنون میشم. خیلی زیبا میشه که بیستیم مثلا سال بعد در روز پنتیکاست به روی همدیگه نگاه بکنیم، به اعضای کلیسا نگاه کنیم و بگیم تولدت مبارک کلیسا. امروز روز تولد کلیساست، چون روز نزول روح القدس، شخصیت سوم تثلیث اقدس، در کلیسا و در کلیساست و به این وسیله کلیسا مولود شد. پس به تک تک شما مقدسین خداوند تولد کلیسا تبریک میگم. قبل از اینکه دوباره وارد پیغام بشیم میخوام به تک تکتون در نام عیسی مسیح خوش آمد بگم و عزیزانی که از طریق یوتیوب و فیسبوک این برنامه و این پیام رو توجه میکنید، مشاهده میکنید، در نام مقدس عیسی مسیح به شما نیز خوش آمد میگم. به طور مخصوص مهمانانی که متعلق به کلیسای روح راستی نیستید یا در شورای FCM عضو نیستید به شما نیز خوش آمد میگم. مخصوصا اگر خادمینی از کلیساهای دیگه اینجا هستید به شما به طور خاص خوش آمد میگم. وقتی برمیگردید کلیساهای خودتون در هفته جاری لطفاً سلامهای گرم من و سلامهای گرم FCM رو به خادمین کلیسا و به عزیزان کلیساهاتون ابلاغ کنید و دعا میکنم که شما سال بعد وقتی یا در چند ماه آینده وقتی که کنفرانسی دارید اعضای کلیسای روح راستی رو با هماهنگی با کشیش این کلیسا و رهبران FCM دعوت کنید. ما میاییم حتما. پس خیلی خوش آمد میگیم به شما. این حرکت عظیمی است که میتونه نمونه ای باشه برای ایمانداران مسیحی در سراسر جهان که ما در تورنتو گرد هم میستیم با هم دیگه در کلیساهای خودمون تعلق داریم. هر کدوم از ما به آن خانواده‌ای که خوانده شدیم تا در آنجا رشد بکنیم تعلق داریم. پس به خانه‌های خودتون برگردید و خدا رو خدمت کنید به طور خاص اگر کلیسای کتاب مقدسی میرید. و اما وقتی که فرصت‌هایی مثل این هست قدم‌های شما رو در نام عیسی مسیح خوش آمد بگیم، ما رو هم دعوت کنید که اعضای کلیسای روح راستی رو با البته با هماهنگی با رهبران و شبانان دعوت بکنید تا
بیاییم و از خداوند و از کلام او برکت بگیریم. از ببینید دعوتتون بکنم در همین ابتدا در حضور خداوند با من بایستید به حرمت کلام خدا با قرائت کلام آغاز میکنیم و بعد از اون رسولی پیغام خداوند بگیریم. قرائت کلام امشب از کتاب کارهای رسولان فصل دوم است. اعمال رسولان فصل دو از آیه 1 تا 12. لطفاً به کلام خدا با احترام و با دقت گوش بفرمایید. وقتی روز پنتیکاست رسید، همه ایمانداران با هم در یک جا جمع بودند. ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پر ساخت. در برابر چشم آنان زبانهایی مانند زبانهای آتش ظاهر شد که از یک دیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت بیان بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم سکونت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان ایمانداران را شنید، همه در به حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند: مگر همه این کسانی که صحبت می کنند جلیلی نیستند؟ پس چطور است که هر یک از ما پیام آنان را زبان خودمان می شنویم؟ ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیه و کپادوکیه و پنتوس و استان آسیا و فریجیه و پنفلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته اند و اهالی کریت و عربستان هستیم، شرح کارهای بزرگ خدا را به زبان خود بشنویم. همه حیران و سرگردان به یکدیگر میگفتن یعنی چه؟ این است کلام مقدس خدا. بفرمایید. آمین. برای شمایی که شاید امروز اولین بار از کلیسا میایید یا با واژگان کتاب مقدسی ممکنه دفعه اول نیست اما زیاد آشنا نیستید، قدری توضیح میدم راجع به روز پنتیکاست و بعد می‌بینیم بیشتر بررسی می‌کنیم، بیشتر بررسی می‌کنیم در مورد پیغام خاصی که روح قدوس خدا برای کلیسا داره. به طور ساده امروز همینطور که در این آیات خوندیم، روزی است که روح القدس برای اولین بار در ایمانداران ساکن شد. روح او بر آنها قرار گرفت و در وجود ایمانداران ساکن شد. ما مسیحیان ایمان داریم که خدا نه فقط خالق ماست و نه فقط از طریق کفاره عیسی مسیح ما رو نجات داد، بلکه عیسی مسیح اراده فرمود و خدای پدر اراده فرمودن تا شخصیت سوم تثلیث اقدس یعنی روح القدس در ایمانداران ساکن بشه. آمین. روح قدوس خدا فقط از این مقطع نیست که با قوم خدا ایجاد ارتباط میکنه. واژه پنتکاست در زبان یونانی به معنای پنجاهم هست. پنده یعنی پنج، پنته و پنجاه، پنتکاس پنجاهمین، پنجاهمین روز بعد از عیدی که ما بهش ما مسیحیان میگیم عید رستاخیز عیسی مسیح، عید قیام. اما عید رستاخیز مصادف هست با عیدی در بین یهود که در کلام خدا اومده و اون عید فسح هست، عید Passover به انگلیسی، روزی که خدا قوم اسرائیل رو از سرزمین مصر، از سرزمین بردگی و گناه آزاد کرد. نام عبری اون عید که به نام عید هفته ها، عید هفته ها معروف هست، به عبری میشه شواعوت. شواعوت برای ماهایی که یه ذره عربی بلد هستیم عبری آموختن خیلی ساده است. مثلا عدد 7 به زبان عربی میشه چی؟ سبعه.
آفرین. سبع از سه حرف سین به و عین گرفته شده، سین به عین. نه همین سه حرف وقتی که عبریش رو بیاموزید میشه شین به آین یا عین و شین به آین شبا یعنی هفت و معرفی شبا یعنی یک سبعه، یک هفت روز. هفت هفت روز میشه جمع‌بسته یعنی یک هفت هفته یا هفت هفتا روز. هفت جمعش میشه هفته ها. مثل کسانی که دیدید یک دونه اسکناس 100 دلاری کانادایی میشه 100 دلار، نه؟ اما این 100 تا رو که روی هم میذارن بانک یه دونه بند روش نوار میبنده اگر تازه از چاپخونه اومده باشه نوشته 100 زن. یه اس به همون آخر اون اضافه کرده 100 یه دونه 100 دلاری 100 یعنی 100 تا 100 دلاری. شواعت یعنی هفت هفته، هفت هفت روز و هفت هفته 49 تا به علاوه یک روز که روز بعد از سبت هست میشه روز پنجاهم. روزیست روز پنجاهم بعد از عید فسح، عید پاسوور، عید خروج قوم اسرائیل از سرزمین مصر به دست قوتمند خداست که یهود جشن میگرفتن. و نه فقط همین بلکه عیدیست که عید جمع‌آوری انتهای جمع‌آوری محصول گندم در سرزمین اسرائیل و فلسطین هستش. یعنی اگر کسانی که در این ایام برید اسرائیل می‌بینید که به خاطر هوای گرم زیاد اونجا در ایامی مثل الان فصل برداشت محصول هست. قوم اسرائیل در ایام حدوداً عید فسح و محصول جو رو شروع میکنن برداشت کردن، زمان برداشت محصول جو هست و هفت هفته طول میکشه تا اول جو که به در واقع باروری میرسه و آماده برداشت میشه تموم میشه و بعد تا انتهای هفته هفتم محصول گندم هم برداشت میشده. این واقعه برداشت محصولاتی که در زمین غلاتی که کاشته شده چون در زندگی کشاورزی قوم اسرائیل نقش حیاتی و بسیار مهمی داشته ابتدای این ایام رو جشن میگیرن و انتهاش رو هم جشن میگرفتن، مخصوصا در ایام نگارش کلام خدا. ابتدای این ایام زمان برداشت جو، عید فسح و انتهای این عید شواعت یا عید پنتیکاست هستش که با برداشت گندم تموم میشه. کتاب معروفی است در کلام خدا به نام کتاب رود. کتاب رود نشان میده که چطوری نعومی و عروس ایشون رود وقتی که از سرزمین موآب به بیت لحم برگشتن، وقتی برگشتن ابتدای فصل برداشت جو بود که رود وارد مزرعه بوعز شد و در برداشت اون خورده هایی که روی زمین مون همکاری کرد و تا انتهای فصل برداشت گندم هم همونجا بود. برای اینه که از اون زمان به بعد به طور خاص تا سال 70 میلادی قوم یهود در خلال این ایام به کار خدا فکر میکردن و در روز شواعت در روز پنتیکاست کتاب رود رو چهار فصلش رو از اول تا آخر در یک نشست میخوندن. من همیشه دوست داشتم که یه روز روز پنتیکاست کتاب رود رو موعظه کنم ولی اکثر کلیساها از من میخوان در مورد عهد جدید موعظه کنم و در اون کلام نه فقط این کار میکردن، در شب شواعت تا سال 70 میلادی میرفتن در معبد بزرگ اورشلیم در هیکل و پنج کتاب اول موسی تورات رو پیدایش و لاویان اعداد و تسبیه رو میخوندن. الان از سال 1967 میلادی به این طرف چون هنوز معبد بزرگ ساخته نشده یا پیدا نشده میرن پشت دیوار غربی اورشلیم میستن و شب تا صبح ده ها هزار یهودی دیندار، این واژه رو دقت کنید، یهود دیندار تورات رو از شب تا به صبح تا سپیده صبح میخونن. من راجع به شریعت های مرتبط با این نمیخوام صحبت کنم بلکه راجع به اهمیتی که کلام خدا در اقتصاد نجات بخشی خدا و قوم خدا داره. امروز یهودیان زیادی رو من میشناسم، شخصا دوستان زیادی دارم که بعضی هاشون مسیحی هستن، مسیحیان کریستیانز،
مسیحیان از زمینه عبرانی نژاد مثل خواهران و برادرانی که از کلیسای نیلو در تهران در میدان ونک می اومدن. در اونجا ما کلیسایی داشتیم که تا زمانی که درش باز بود چند سال پیش اکثر ایمانداران کلیسای میدان ونک رو مسیحیان عبرانی نژاد تشکیل میدادند و اونها برای این سنن ارزش خاصی قائل بودند. عید شواعوت یا عید پنتیکاست یکی از سه عیدی است که بسیار در تاریخ کتاب مقدس و قوم خدا مهم هست و در کتاب خروج فصل 23 به این سه عید اشاره شده. در خروج فصل 23 از آیه 14 تا 17 خدمتتون قرائت میکنم. کلام خدا این گونه میفرماید: هر سال سه مرتبه برای من عید بگیرید، عید فطیر در ماه آبیب، زیرا در آن ماه از مصر خارج شدید. عید آیه 16، عید نوبر محصولات، هنگامی که محصولات خودتان را در مزرعه‌تان کاشته اید و درو می‌کنید. و عید خیمه ها در پاییز، هنگامی که میوه ها و تاکستان ها و باغ های خود را جمع آوری می‌کنید. و در این مقطع است که در خلال یک سال یک یهودی دیندار دعوت شده تا نه فقط این سه عید رو جشن بگیره، عید فطیر، عید شواعوت و همینطور عید خیمه ها رو، بلکه هفت محصول زمین رو، هفت محصول خودش رو به خداوند تقدیم کنه، شامل گندم، جو، انگور، انجیر، انار، زیتون و همینطور عسل یا خرما. همچنین این روز بسیار در بین یهود معروفه، چون روز بنا بر گفته تلمود روز تولد و روز مرگ داوود پادشاه هستش. دقت کردید که گفتم داوود پادشاه، نه حضرت داوود، نه داوود پیامبر. ما اکثر مسیحیانی که از زمینه اسلامی میایم این رو درست نمیدونیم و تصور میکنیم که آنچه رو که در گذشته به ما آموختن درسته، که داوود نبی بود، اما در کتاب مقدس هیچ جا نمیخونیم داوود نبوت کرده، بلکه داوود پادشاه. اما از این ریشه تاریخی بگذاریم. علت این که ریشه تاریخی رو ذکر کردم اینه که ما هنوز توی یک کنفرانس هستیم و قسمتی از یک کنفرانس تدریسه. اما از محیط کنفرانس و تدریس و اطلاعات ذهنی بیاییم بیرون، وارد مرحله اعلام کلام خدا بشیم. به این تفکر کنیم که امروز پنتیکاست در زندگی ما چه نقشی میتونه داشته باشه. در سال 2004 وقتی هنوز سیاتل زندگی میکردیم و به شرق امریکا در اون مقطع نیومده بودیم، یه روز یه تلفن به من شد و دوست عزیزی که اتفاقا مثل خواهر مریم عزیز کرد بودن، ایشون زنگ زد و با لهجه زیبای کردیش گفت که آقای منصور، اگه خونه هستی من و زن و بچه‌ام میخوام چند روزی بیایم سیاتل. و ایشون در اون زمان ساکن بوفالو بود، همین بغل گوش شما، همسایه جنوبی شما، دم قدم روی چشم، سر چاوکانی برکن. و وقتی که ضیا جان اومدن خیلی روزهای خوبی داشتیم، ما تونستیم ایشون رو هم خدمت کنیم، شما تشریف بیارید، و بعد شب آخر برای ایشون فیلم زندگی عیسی مسیح رو پخش کردیم. وقتی فیلم رو دیدیم گفت آقای منصور، برای شماها راحت مسیحی شدن، شما از اون اولش هم مسلمان نبودید. گفتم بابا بودیم، من مکه رفتم، من بچه حاجیم، مسلمون بودیم. گفت نه، شما شیعه بودید، مسلمون نبودید. اگه یک کرد به من نشون دادی که مسیحی بشه، اون درسته. منم که سرم درد میکنه برای شوخیای این تیپی. تلفن رو گرفتم و زنگ زدم به برادر عزیزی به نام الله یار که بچه استدابات هستش و کرده، و گفتم الله یا جان گوشی برا کنم بید برادر کردت صحبت کنم. و وقتی صحبت کرد گفتش که نه، این چون اومده کانادا کرد بودنشو از دست داده، کرد راستکی نیستش. شاید هم همینطوره که شما میگی زیا جان. زنگ زدیم به یه زن و شوهر خیلی خوب که بچه سنندج بودن و نزدیک ما بودن، بهشون گفتیم که عزیزان پاشید شام بیاید خونه ما، یه دوست کردی داریم که مهمان ماست. این دوتا من واقعا بهشون نگفتم که لباس کردی بپوشید، ولی با لباس کردی نمیدونم چرا اومدن.
با لباس کردی اومدن و وقتی خیلی ممنونم و وقتی وارد شدن گفت آه این کرد راستگیه. بعد نشستیم صحبت کردن، منم اون اول کار نگفتم که این کردهای راستکی اتفاقا اینا هم کرد نیستن چون اینا هم مسیح شدن. و بعد که فهمید آقا ضیا متاسفانه من واقعا نمیخواستم دل ایشون رو بشکنم، اما بعد از اینکه چند روز خونه ما بود و قرار بود فردا شب بره، یه دفعه گفتش که آقای منصور من الان میخوام برم خونه رو. حس کرد که دیگه خونه ما مثل یه قفس تنگ شده بود برای ایشون و خانوادش. من واقعا خجالت کشیدم، بودم زیاد جان ببخشید من واقعا نمیخواستم اینطوری بشه، حالا شما همون طبقه قرار فردا برو برادر من ما یه شب در خونه. گفت نه به خاطر شما نیست آقای منصور، شما دوست من هستی و خیلی با کلاس و با احترام. گفت نه اصلا من کار دارم باید برم. من میدونستم مشکل چیه. گفتیم پس از بده براتون دعا کنیم. گفت حتما دعا کن. دعا که کردیم آقا ضیا راه افتاد و از سیاتل از بزرگراه آینالدی راه افتاد و به سمت بوفالو اومد. من واقعا متاسفم که این کار کرد ولی نتیجهش خوب شد، چون ساعت 5 صبح زنگ زد من از خواب بیدار کرد. برگشت گفت آقای منصور، اون با صدوان شیرین کردیش، گفت اون آقایی که توی فیلم بود اون جون من رو نجات داد. آمین. بعد گفتم چی شده ضیا جان؟ گفت من نمیخوام بگم چی شده، فقط تو را به خدا یک مدرسه مسیحی پیدا کن برای پسرم که بره مدرسه مسیحی. گفتم سب کن تو ساعت 5 زنی زدی به من بگی بره مدرسه مسیحی برای بچت پیدا کنم. بعد گفتم چی شده جریان چیه؟ تو من دیشب از خونه شما راه افتادم توی آینالدی داشتم میرفتم، فقط نصف شب بود، خانم و بچه‌هام هم خوابشون برده بود توی ماشین، فقط یک دفعه اون آقایی رو که توی تلویزیون بود که نشونم دادی عیسی مسیح بود، دیدم کنار جاده وایستاده و میخواد سوار ماشین بشه، دستشو اینطوری نگه داشت فلک کرده و میگه تا این رو دیدم گفتم خب این که آشناس اینو میتونم سوار کنم. ماشین رو میگه کشیدم کنار توی شوسه، خانمم پرید گفت زیاد چی شده؟ گفت یه آقا عیسی رو میخواد سوار کنه. نمیگه وقتی برگشتم نه عیسی بود و نه عیسی، نه هیچ کس تو جاده نبود. میگفت عیسی مسیح اومد و من رو که در خواب بودم، اون لحظه آقا ضیا در پشت فرمون خوابش برده بود و در خواب عیسی مسیح رو دیده بود. و بعد بهش گفتم که ضیا جان من مدرسه مسیح برای بچه پیدا میکنم، اما چیزی که بیشتر از اون لازم داری تو خود عیسی مسیحه. بعد گفت چی کار باید بکنم؟ گفتم دعا کن روح القدس بهت آشکار میکنه. امروز آقا ضیا زنش و پسرش، خواهران و برادران او در مسیح هستند، چون روح القدس برای او آشکار کرد که عیسی مسیح خداوند هست و او ایمان. کار من نبود، کار فیلم عیسی هم نبود، کار روح القدس است. این بار کرد واقعی شد. این دفعه کرد واقعی شد. آفرین. تجلی حضور خدا، مکاشفه روح القدس محدود به خواب و رؤیا نیست، محدود به کرد و لر و فارس و ایرانی نیست. روح قدوس خدا وراتر و فراتر از اندیشه ما وارد عمل میشه. روح قدوس خدا در فصل 24 خروج و فصل 19 خروج میگه در ستون آتش جلوی قوم اسرائیل وایستاده بود و اونها رو رهبری میکرد به سوی سرزمین وعده. ما این در شب، در روز، در کلام خدا، در خروج فصل 14 و 24 میخونیم که به شکل توده ابری بالای سر قوم بود و با قوم حرکت میکرد و قوم توده ابر رو، فقط یک تیکه ابر رو بالای سرشون دنبال میکردن و اون روح القدس بود. روح القدس در انجیل متی فصل 25 آیه 15 در بامداد و سپیده دم عید رستاخیز عیسی مسیح به شکل زلزله خودش رو به مؤمنین و مقدسین آشکار کرد. روح القدس در اول پادشاهان فصل 19 آیه 11 و 12 با نوایی آرام و نسیمی لطیف حضور مقدسش رو به مردم آشکار. روح القدس در ابتدای آفرینش در فصل اول کتاب پیدایش بر سطح لجه، بر سطح آبها مثل یک مه
آروم و لطیف مثل دیروز شهر تورانتو حضور داشت. قدس به شکل کبوتر و به شکل زبانهای آتش حضور داره. روح القدس به شکل لطیف و سپید و آرام تسلی بخش حضور داره. روح القدس به شکل زیبای قرمز و زبانهای آتش حضور داره. روح القدس شخصیت حقیقی است. او زنده است. او خداست. روح القدس خداست و چون خداست قادر مطلقه و چون خداست و چون زنده است ثمر میاره. و خدا میوه میاره، ثمرات میاره. در کلام مقدسش در رساله غلاطیان فصل 5 آیات 22 تا 23 میخونیم که روح القدس، ثمره روح القدس محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری است. و این کاری است که روح القدس در ما میاره انجام. روح القدس حضوری زنده داره، ثمر میاره، برکت میاره. و نه فقط همین، بلکه روح القدس عطایا میده به کلیسا. اول قرنتیان فصل 12 از آیه 8 تا 11 خدمتتون میخونم. اول قرنتیان فصل 12 از آیه 8 تا 11. روح القدس به یکی بیان حکمت عطا میکنه و به دیگری بیان معرفت، به یکی ایمان و به دیگری قدرت شفا داده. بله، شفاها عقیقی است. چند نفر از شما هستید که مریضی جسمیتون رو روح القدس شفا داده؟ من مریض بودم و روح القدس شفا داده. من قبلا این قدرت رو به خدا ایمان نداشتم، فکر میکردم مربوط به مقطع خاصی است. تا اینکه خواهرمون گیتی اشرفی در شهر سیاتل اومد پیش من و گفت برادر منصور امروز میشه بعد از کلیسا برای من دعا کنید؟ گفتم حتما خواهم. گیتی برای چی دعا کنم؟ گفت رفتم دکتر و تست کردم یه قده وخیم سرطانی در سینه راست من هست، ولی نگران نباشید، من عمر خوبی داشتم، خودم و بچه هم ایمان داریم، آمادم با مسیح ملاقات کنم. با این وجود وقت گرفتیم این سه‌شنبه بریم جراحی کنیم و بعد از اون گفتن با یک سری پرتو درمانی این مشکل حل میشه، اگه حل نشد هیچ اشکالی نداره. بعد گفتم خیلی خوب، پس دعا میکنیم که خدا با شما باشه روز سه‌شنبه، ولی اگر اشکال نداره شما رو با روغن ما مس میکنیم و دعا میکنیم. گفت بکنیم. صبح سه‌شنبه ساعت 11 صبح تلفن زنگ زد و خارگیتی گفتن که کشیش جان یه خبر برات دارم. گفتم چی؟ گفت اینا دستگاهاشون همش قلابیه. گفتم چرا؟ گفت این همه که تست گرفتن و این همه قده و عکس گرفتن و نمیدونم با دست انجام آزمایش ماموگرافی کردن اینا، ها امروز گفتن که نه همه چیز اشتباه بوده. نمیدونم چی بوده. آمین. وقتی قاسم عربی برادر عزیز ما در دوباره در سیاتل، تنها کسی که من میشناسم که خودشو از ایران تا امریکا قاچاق آورد و یه قرون پول به قاچاق چی نداد، تیکه رفت، اول رفت مالزی کار کرد پول در آورد تا بتونه از مالزی بپره ژاپن و از ژاپن کار کرد، پرید اومد مکزیک، در مکزیک کار کرد، خودشو قاچاق وارد سن دیگو کرد و از سن دیگو اومد تا سیاتل تا برسه پیش اقوامشون در ونکوور کانادا. در پارک بین ونکوور و کانادا پارکی هست به نام پیس آرت پارک، پارک صلح، که بین دو کشور خواهر امریکا و کانادا مرز نداره. همه کانادایی ها و همه امریکایی ها بدون پاسپورت میتونن برن توی اون پارک و بعدا خارج شن. قاسم رو اونجا گرفتنش. و وقتی که قاسم اومد در آوردن زندان امیگریشن اونجا گفته بود که من مسیحی هستم، بگید یک کشیش بیاد ملاقاتم. و رفتیم ملاقاتش، کمک کردیم قاسم جان از زندان اومد بیرون و در کلیسای ما خیلی برادر شیرین و مبارکی است. یه روز دیدم توی کلیسا داره با یه چیزی توی جیبش بازی میکنه. اینقدر زیاد بازی میکرد که منی که فضولم هستم من یه ذره رفتم گفتم قاسم چی تو جیبته؟ گفت خودت نگاه کن. وقتی دست کردم تو جیب قاسم، تو جیبش هیچی نبود، ولی توی رونش دکتر جون
توی رونش یه چیزی بود به اندازه یه تخم اردک ولی حرکت میکرد. من که دکتر نیستم ولی شنیده بودم که اگر خودی به این بزرگی باشه شاید زیاد چیز خوبی نباشه. به قاسم جان گفتم که قاسم فکر میکنم باید بری دکتر. گفت تو فکر میکنی؟ من مطمئن نباید برم دکتر، من پول ندارم. و در عکس کانادا امریکا زیاد امکانات به پناهنده ها نمیده. یک شنبه عصر من اینو شنیدم، دوشنبه صبح تونستیم با فیض مسیح و به کمک یک کلیسا برای قاسم بیمه بخریم. سه شنبه صبح من قاسم رو بردم دانشگاه واشنگتن. آقای دکتر کانراد بعد از معاینه 250 تا کتسکن گرفت از پای قاسم و دید که این قده روی استخوان ایشون رو خورده و باعث شد که به جایی رسیده بود که پای قاسم جان باید جدا میکردن از بدنش. و برای قاسم که جوشکار ارتفاعات بالا بود، کارش جوشکاری در ارتفاعات بود، این بدترین خبر بود چون از پاش نون میخورد، نمیتونست رو زمین جوشکاری، نقاش جوشکاری بود که باید میرفت در ارتفاعات جوشکاری میکرد و این خبر بدترین خبر بود. اما چاره ای نداشت، همراه با یک کشیش دیگه ایشون رو دوباره براش دعا کردیم و دو هفته بعد من بردمش خودم شخصا با خواهر عزیزمون خواهر مهری، ایشون رو بردیم برای عمل جراحی. وقتی که وارد اتاق شدیم، اتاقش رو که قرار بود بعد از عمل جراحی بیارن، رفتیم روی اتاق تو اونجا دراز کشید، براش دعا کردیم، لباساشو در کمک کردن در می آوردن. این مرد که مرد خیلی جا افتاده و قوی بود، مثل چی بید مجنون میگیم، میلرزید، مثل کسی که میخوان ببرن اعدامش کنن میلرزید، چون میدونست آخرین بار یک روی پای خودش میخواد راه بره. وقتی ویلچر آوردن گفتن بعد بشینید روی این بریم اتاق عمل، و میتونم تا پشت در اتاق عمل رو پای خودم بیام؟ من اونجا بود که من نتونستم خودم کنترل کنم، اشکام ریخت. قاسم رفت تو و حدود یک ساعت و نیم بعد که قرار بود 7-8 ساعت طول بکشه، یک ساعت و نیم بعد دکتر کانراد اومد تو اتاق که ما رو مدل بود، گفت من نمیدونم چی شده، فقط تمام عکسای ما اشتباه بود. شما بقیهش رو میدونید چی شده. امروز حدودا 10 سال بعد از اون جریان، قاسم هنوز جوشکار ارتفاعات بالاست و دو تا پاش داره. اگر این کار روح القدس نیست، اگر این معجزه نیست، اگر این کار عظیم تکراری و مرتباً اتفاق افتاده کار خدا نیست، پس چیه؟ من که نمیفهمم. امیدوارم کسی اگر بتونه جواب این اشتباهات پزشکی رو درست به من بده خیلی ممنون میشم، چون یه مورد دو مورد نیست، این اشتباهات پزشکی دائم داره تکرار میشه. ادامه میدیم در کلام خدا، فصل 12 اول قرنتیان. کلام خدا در آیه 10 میگه به یکی قدرت معجزه و به دیگری قدرت نبوت و به دیگری عطیه تشخیص ارواح عطا میکند و به یکی قدرت تکلم به زبانها و به دیگری ترجمه زبانها را میبخشد، اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها بر طبق اراده خود به هر کس عطا میکنه. این که حقیقتاً این عطایا چی هستن من نمیدونم، خیلی هاشو من ندارم. مثلا من عطیه تکلم به زبان ها ندارم، عطیه ترجمه زبان ها هم ندارم، اما عطایای دیگر ندارم. عطایای روح القدس فراوان هستن اما محدود نیستن. خدا میوه روح القدس به همه مسیحیان میده. هر مسیحی محبت داره، خوشی داره در عین ناخوشی ها، سرخوش نیست، خوشحاله، شادمانه، سلامتی و صلح و صفا داره، حلم داره، حلیمه، مهربانه، نیکوکاره، ایمانداره، تواضع داره و پرهیزکاره. این مسیحیست که با روح خدا پر شده. اگر این میوه ها رو در وجودتون ندارید، امروز زمانش رسیده، امروز زمانش هست که از روح القدس بخوابید، در شما وارد بشه و در شما میوه بیاره. اما عطایا رو من نمیدونم. عطایا رو خدا موافق اراده خودش، بعضی ها رو بیشتر از یکی، به بعضی ها یکی، به بعضی ها هیچ کدوم رو فعلا شاید در یه مقطعی نده، اما یه شرط داره، زمانی که میده برای بنای کلیسا. آمین. عطایا رو
برای بنای کلیسا میده. بنابراین اینطور هست که در یک کلیسا ممکنه عطیه شفا فراوان باشه، در یک کلیسا عطیه زبانها و در یک کلیسا عطای نبوت، چون آنچه که خدا میخواد برای بنای اون کلیسا استفاده بکنه به اون کلیسا میده. میوه برای همه مقدسین هست، اما عطایا اگرچه کار یک روح القدس هست، اما روح خدا تشخیص میده که نیاز کلیسا چی هست و اون رو موافق نیاز کلیسا به کلیسا عنایت میده. در واقعی که اول جلسه امروز خدمتتون از اعمال رسولان فصل دو خوندم، در آیه 12 ایستادم، من با ادامه تا شاید آیه 40 خودی میره جلو و موعظه معروف پتروس هست که قبل از این موعظه یا اشاره کردم کشش کرامت، که نه فقط 12 شاگرد بلکه بیش از 120 نفر در یک بالاخانه جمع شده بودن و اونجا روح القدس بر آنها ریخت و تا انتهای اون روز بیش از 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آورد. و این واقعه فقط یک واقعه تاریخی است. ما بارها شده که وقتی یه برنامه زنده تلویزیونی داشتیم، خطای تلفن تماماً اشغال شد. من هم در برنامه‌های خودم دیدم، همینطور در برنامه‌های خادمین دیگه. تمام خطا اشغال شده. و اینا تازه کسانی بودن که میخواستن زنگ بزنن و ایمان بیارن و اعتراف ایمان بکنن و نصف ما میدونیم خیلی ها هستن که ایمان میارن و میخوان زنگ بزنن اما نمیتونن، مثل برادر عزیزی که از شیراز زنگ زد به ما یک روز، گفت برادر خانومم همین الان رفته بیرون آشغالا رو بزنه، زود میاد، فقط میخوام برام دعا کنید، اسم من حسین، من مسیحی شدم، خداحافظ. خیلی از تلفن ها اینطوری هست. وقتی که آتش روح القدس در درون دلی شعله ور بشه، فیض روح القدس سرباز مدد فرماید، دیگران نیز بخونن آنچه مسیحا. عیسی مسیح از قدرت مبارک و مقدس خودش به ما میده تا هر جا میریم سلامتی رو اعلام کنیم، دوستی و محبت رو اعلام کنیم. جایی که روابط شکسته است بریم از سلامتی خدا صحبت کنیم، جایی که دردمندی هست از شفای خدا صحبت کنیم و نه وعده های غلط و چیزهایی که مبتلی بر دل. درس تموم کردم، گفت بعد از اینکه این نمایش رو بازی کردم روح القدس منو ملزم کرد و رفتم زنگ زدم به داداشم. بعد از 13 سال گفت نه فقط داداشم با من آشتی کرد، گفت چی شده؟ گفتم من مسیحی شدم. خب کمک نمی کنی من مسیحی بشه؟ روح القدس روح مصالح هست، روح القدس روح رهانندگی از قدرت شیطان هست. در اعمال رسولان فصل 26 روح القدس روح هدایت کنندگی است. اشعیا فصل 48 آیه 17 روح القدس به ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای دعاهای ما شفاعت میکنه. آمین. می‌دونید شما وقتی دعا میکنید دلتون رو مثل اون خواهر عزیزی که دیشب با من دعا میکرد میریزید به حضور خدا و مانند حنا دعا میکنید، فقط شما نیستید بلکه روح القدس برای شما شفاعت میکنه. رومیان فصل 8 آیه 26 روح القدس روح تشویق و تربیت. اول قرنتیان فصل 6 روح القدس برناباها مردان و زنان تشویق رو در سر راه ما قرار میده. آمین. آیا کسی دارید که در زندگیتون، در زندگی جسمانی یا ایمانیتون شما رو تشویق کنه؟ اون مردیست یا زنیست پر از روح القدس؟ آیا دوست دارید عزیزانی رو که خدا میاره تو زندگیتون، اهم از اعضای فامیل یا دوستان، تشویق کنید و تربیت کنید به جای اینکه ایرادها رو ببینید، به جای اینکه قسمت خالی لیوان رو در اون شخص ببینید، برکت‌هاش رو ببینید و بلندش کنید، به شخصیتش حرمت بذارید، به جای اینکه ایرادها رو ببینید یه گام کمکش کنید تا جلوتر برید.
اگر اینطور هستید از روح القدس پر هستید. اما اگر در هر شخص، هر مغازه، هر رستوران که میرید، هر جایی که میرید فقط ایراد میبینید، وقتشه که از روح القدس پر شید. چون روح القدس روح تشبیه و تقویت هستش. در زکریا فصل 6 آیه 4 کلام خدا میگه نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح، به روح من به جرأت بیستیم. اینان عرابه ها را و آنان اسب ها را، اما ما نام خداوند یهوه خدای خود را میسراییم. این دو تا آیه هایی بودن که به روز مخبری جلوی در زندان قصر به من گفت وقتی داشتن میبردنش برای 6 ماه حبس به علت تغییر دین. و به روز گفت اون کار به من ندارم، خدا داره من میبره اونجا بشارت بدن میرم. و بعد گفتش که منصور، من نه به قدرت خودم، نه به قوت خودم، بلکه به روح خدا با جرأت و دلیری میرم. آمین. و همینطور هم بود. به روز مبشری بود که در زندان قصر انجیل رو اعلام کرد. در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 13 روح القدس روح تعلیم و درک و فهم کلام خداست. من در سال آخر دانشگاه که بودم در تهران در کوی امیرآباد، در کوی دانشگاه انتهای امیرآباد، با خدا یه جنگی داشتم مثل یهود. بهش گفتم اگر جوابمو ندی لب به قضا نمیزدم از این درم نمیام. رفتم توی خوابگاهم، درو بستم، 3 روز 3 شبانه روز با خدا بودم، روزه گرفته بودم، لب به قضا نزدم و فقط دعا میکردم تا اینکه روح القدس بر من ریخت و به من فهم داد، منو تعلیم داد و زندگی منو عوض کرد. آیا روح درک و تعلیم خدا رو یافتید؟ آیا خداوند خدای ما وقتی کلامش رو میخونید چشم شما رو باز میکنه تا اعماق کلام رو درک بکنید و بفهمید که طول و عرض و عمق و بلندی معرفت خدا چیست؟ آمین. پس روح خدا در شماست. هللویا. روح القدس روح تعلیمه. روح القدس به ما نشان میده که عیسی کیست. یوحنا فصل 15 آیه 26 بدون روح القدس هیچ کس نمیتونه بگه عیسی خداونده. آیا ایمان دارید که عیسی خداونده؟ آمین. آمین. شما قوت روح القدس رو دارید، چون بدون روح القدس نمیتونیم بگیم، چون این در دید شخصی که روح القدس رو نداره بزرگترین کافر هست. اما کسی که روح خدا رو یافته، معرفت الله رو پیدا کرده، به حقیقت دل او تبدیل شده، چشمان بستش باز میشه و میتونه حقیقت رو به کمال ببینه و با قوت بگه ای خداوند، عیسی جان جلال به نامت. هللویا. این کار روح القدس است. بدون روح القدس هیچ کسی نمیتونه این رو بگه. روح القدس در آیه 16 و 17 فصل 14 یوحنا میگه با شما و در شما میماند. وعده ایست که نه فقط به شما عطا شده، با شما و در شما میمونه. آمین. روحیست که همیشه روشان است. و این چه زیبایی عظیم است. روح القدس برای شهادت دادن به مسیح، در مسیح به ما قوت میده. روح القدس دلهای ما با محبت الهی پر میکنه. رومیان 5:5 روح القدس افراد رو به سوی مسیح بیاره. هر دقای روز برنامه داشتیم بریم فلان جا، نمیدونم چی شد اومدیم اینجا، اینقدر شنیدم که حد ما اصلا نمیخواستیم بیایم کلیسا، برنامه این کلیسا نداشتیم. هللویا. دیشب یه خواهری به من گفتن، شهادت دادن، گفتن به یه عزیزی بشارت دادم و بهش گفتم که برو گفت بیا کلیسا، گفته خیلی دوست دارم ولی این یک شنبه دارم میرم ایران. بهش گفتم سفرت به سلامت، به سلامت برو، ولی اگر پروازت کنسل شد قول بده بیای کلیسا. گفتش که باشه قول میدم ولی خاطر جمع باشه، هیچ کدوم پروازای من کنسل نمیشه. اتفاقا پرواز ایشون کنسل شد. در روز این عزیز ایمان داره، درسته؟ امروز این عزیز ایمان داره. روح القدس قدرت درک پیام نجات شده.
اول قرنتیان 2:14 روح القدس کمک میکنه ما بفهمیم که گناهکاریم. روح القدس به ما قوت میده تا ادراک کنیم که عیسی خداوند. داستان هانیه جان رو بهتون گفتم یادتونه که گفتم هانیه اینطور وقتی رفتم و هانیه رو بعد از اینکه تعمید دادیم فرستادیمش برای خدمت در اسکی شهیر چند ماه بعد در ماه اکتبر 2015 رفتم دیدن هانیه و محسن و اونجا حدیث جان رو دیدم، خواهر هانیه. حدیث اومد بازم مثل خواهرش با احترام با من صحبت کرد، گفت آقا منصور، هانیه از اون اولش هم مسلمون نبود، اگه نه این به این راحتی مسیحی نمیشد. گفتم تو حرف دیاره حرف قاهرت منو میندازه. گفت چطور مگه؟ گفتم خواهرت هم تو ماه مارس همین رو گفتش. گفت شوهرم مسلمون نبوده و الا مسیحی نمیشد و الان خدا رو داره پرستش میکنه. گفت من با به خواهرم کار ندارم ولی به جرأت به شما میگم این تو خونم که بود نماز شنا درست نمیخونه، شما اگه راست میگید منو مسیحی کنید. بهش گفتم حدیث جان من هیچ کس مسیحی نکردم، باور کن. و بعد نشستیم با هم صحبت کردن. آخر شب حدیث سخت سرتر از ابتدای شب بود، از سر شب که صحبت میکردیم لطیفتر بود، اما آخر روز سخت سرتر شد. در ماه مارس 2016 دیگه خبری نداشتم. 2016 وقتی با داریوش جان دوباره رفتیم اسکی شهید، یه دفعه دیدم حدیثه بدون حجاب نشسته تو جماعت و پهلوی یه خانواده افغانی. جلسه که تموم شد یه دفعه من با اشتیاق برادر منصور من در خدا بسته من آورده. گفتم چی شد؟ گفت این خانواده افغانی رو من برای خدا بسته کردم. خدا شکر، خدا کارهای عظیم میکنه، خدا کارهای عظیم میکنه. و چند ماه بعد زینب خواهر حمیه به حدیث امر عیسی مسیح ایمان آورد و تعمید گرفت. اینا کار روح القدس عزیز من. بذارید یک کلام ختم کلام بگم. شما میتونم در مورد کارهای عظیم خدا تا فردا تا آخر عمرم صحبت کنم. شما میتونید بشنوید، اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟ خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو میشن هر که در اون بشن شد. خوش بود وقتی که میرید در حضور خدا صادقانه بهش اون چیزی رو بگید که نویسنده معروف امریکایی و دوست من آقای تیم کلر میگه. میگه If you are not agnostic, you are not welcome to my church. اگه جرأت، اگه جیگره شک کردن به خدا رو نداری، حق نداری بیای کلیسای من. چون کسی که به راستی صادقانه شک بکنه، خدا شک او رو به یقین تبدیل می‌کنه، نه شک الکی. صادقانه بره در جستجوی حقیقت باشه، چون کلام خدا میگه، روح القدس به شما معرفت میگه، حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تا فردا میتونیم راجع به کار روح القدس صحبت کنیم. اما وقتی اون 3000 نفر در کتاب اعمال رسولان فصل 2 دلشون رو به عیسی مسیح سپردن، یه اتفاق تو زندگیشون افتاد و اون که زندگی هاشون زیر و رو شد. اتفاقی که در شب اول این کنفرانس در مورد ایران به شما گفتم، که ظرف 35 سال جماعتی که حدود 500 نفر بودن، مسلمان زادهایی که مسیحی شدن، الان بیش از 1.6 میلیون نفر هستند. و این آماری است که ما داریم و مطمئنم آمار ما اشتباهه. قطعاً آمار ما کوچکتر، خیلی کوچکتر از اونیه که حقیقت داره. چون فقط کسانی که اعلام کردن مسیحی شدن میدونن. ما میدونیم خیلی ها هستن که نگفتن، توی فامیل شما هستن. کسانی که مسیحی هستند و خدا آگاه است. شاید شما بدونید و شاید شما هیچ وقت ندونید. این اتفاق عظیم زمانی میفته که شخص وقتی پیغام رو میشنوه، دلش رو به مسیح میسپره و وقتی دلش رو به مسیح میسپره، ایران داره عوض میشه. نه فقط از نظر روحانی، از نظر اجتماعی، جامعه‌ای که پر است از دردها، از خستگیها، از افسردگیها، از ابتیار، از خودکشی، از خیانت به همسر، از دزدی، از
بی‌عدالتی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یه دفعه یه جمعی وسطش داره با همه این بحران‌ها زندگی می‌کنه، دست و پنجه نرم می‌کنه، اما برخوردش متفاوته با بقیه دنیا. آمین. و اینه که یواش یواش میاد یه کشور رو عوض می‌کنه و بعد می‌بینیم که کشوری مثل رواندا میشه purpose driven nation، کشوری مثل ایران دور نیست که purpose driven nation باشه، چون جماعت این عطر زیبایی که مسیحیانی که من میشناسم که در اوج سختی هایی که برای همه ایران هست به علاوه این که تحت جفا هستن باعث میشه که ضمن همه این مشکلات بر روی مشکلات بایستند و بخندند و آرام باشند و برای جفا کنندگان خودشون برکت بطلبند و بر اونها رحمت کنند و برای اونها دعای برکت بکنند. این کار انقلابه. این کار تبدیل دل انسان به خداگونه شدن است. آیا امشب حاضر هستید تا این تجربه تازه رو به تازگی لمس کنید؟ من نمیدونم شما در ارتباطتون با روح القدس کجا هستی، اما میخوام به چالش بطلبم تو. یکی از این دو حالت بیشتر نیست. کلامی که امشب شنیدید و روح القدس یا دروغ محض یا حقیقت محض. اگه دروغ باشه قدرتی نخواهد داشت، زندگی شما آب از آب تکون نخواهد خورد. نترسید، اصلا نگران نباشید. اگر دروغ باشه هیچ تأثیری بر زندگی شما نخواهد داشت. و اما اگر راست باشه، این کلامی که امشب خوندیم حقیقت محض است و روح القدس حقیقت محض زندگی شما رو دگرگون میکنه، آیا حاضر هستید برای ابدیت خودتون این ریسک رو بکنید که به خدا بگید یا راستی یا دروغ، هر کدوم هستی امروز به من نشون بده؟ آمین. اگر خدا دروغ باشه، قادر مطلق نباشه، چیکش در نمیاد، چون بت نمیتونه صحبت کنه. اما مراقب باشید، چون خدا خدای زنده است. کشیش کرام، لطفا تشریف میارید.